وقت بخیر. من موضوع آتش به اختیار و معنای اون برای خامنه ای و همچنین برای خود ما رو تعریف میکنم. در شش قسمت در واقع صحبت هام رو، البته هر کدوم کوتاه، وقتتون رو خیلی نمیگیرم، تقسیم میکنم. در ابتدای ماجرا موضوع اتفاقی که در قطر افتاد. ببینید، خیلی ساده داستان اینه که امیر قطر امین تمیم به سران عرب سر قضیه اجلاس خلیج فارس این حرف رو صریحا زده بوده، گفته بوده که روی ترامپ حساب نکنید، این در کشور خودش درگیر زیر بازجویی و بازرسی اینوستیگیشن هستش و احتمال اینکه ایمپیچ بشه، استیضاح بشه وجود داره. در واقع امیر قطر روی این مسئله حساب کرده بوده، ولی این اتفاق نیفتاد. حالا این داستان یک جبسازی بزرگی بود که حالا به قول ترامپ برگشت گفتش که این دقیقاً به خاطر این بودش که ما انتخابات رو برده بودیم و دموکرات ها میخواستن که برحال یک زهره چشمی بگیرن، موضوع روسیه و این ارتباط رو درست کردن. و واقعا هم توی 3-4 ماه اخیر من از حتی نوشته های بسیار از دوستانم میفهمیدم که اینا تا چه از CNN نگاه میکنن، چون خود من هم CNN نگاه میکردم. بعدی را فهمیدم که در یک فضای روانی شدیدی وجود داره که واقعا هر لحظه احساس میکنی نکنه ترامپ واقعا یا کوشنر یا کسی اینا با روسیه برنامه دارن، اصلا انتخابات رو روسیه انجام داده. یک فضای اینگونه واقعا هذیانی در خود آمریکا تولید شده بود و این نگرانی ایجاد میکرد. یعنی هر لحظه که تو CNN رو نگاه میکردی استراب بهت دست میداد کاملا که فردا چه خواهد شد. تا اینکه به هر حال ما با تستمونی آقای کومی رئیس سابق FBI روبرو شدیم، دیدیم که لحنی که ترامپ در جلسه با جلسه خصوصی و اون شام با کومی به کار برده دقیقا لحن ترامپه، یعنی اون مدلیه که ما ازش میشناسیم، پروتکل رعایت نکرده و کومی هم جا خورده، خیلی جاها نمیدونسته باید چیکار بکنه و خب این سوالاتی هم بودش که سناتور ازش پرسیدن و خیلی جاها نتونست پاسخ بده. اما مهمترین مسئله در این بود که داستان این که ترامپ خودش زیر یه همچین بازرسی باشه، اینوستیگیشن باشه و واقعا مسئله با روسیه وجود داشته باشه، این داستان وجود نداشت. در واقع با تستمونی آقای کومی تمام این محاسباتی که امیر قطر کرده بود، دیگران کرده بودن، از دموکرات ها گرفته، از اصلاح طلب های خودمون گرفته، از بخشی از سران اروپا گرفته، کسان مختلف، همه نشسته بودن ببینن که این ماجرا در داخل خود آمریکا چی میشه و آیا ترامپ مستقر خواهد بود یا نخواهد بود. معلوم شد که ترامپ مستقر هستش. خب وقتی که ترامپ مستقر باشه و موضوع خاصی با روسیه وجود نداشته باشه و به هر حال متزلزل نباشه به عنوان رئیس جمهور در آمریکا، هرچند که بدون تردید فشارهای دموکرات‌ها تا آخرش ادامه خواهد داشت، یعنی این دعوا در درون خود آمریکا ادامه خواهد داشت، ولی ترجمه این دعوا در درون آمریکا دیگه مثل قبل در منطقه و در سیاست خارجی نخواهد بود. کاری که در سیاست خارجی دولت ترامپ انجام داده، یعنی پترنش و الگوش رو میتونید ببینید، حرکت تک جانبه از جانب آمریکاست. یعنی اولا نه متحدان اروپایی خودش رو قبول داره، نمیخواد با اونها کار بکنه، به این خاطر که خب اینم یه سابقه ای داره، سابقه حالا در این برنامه فرصت نیستش که من به این مسئله بپردازم، ولی از جنگ جهانی دوم که در واقع آمریکا رفتش و نجات داد اروپا رو، در فرانسه مردم اومدن از سربازای آمریکا استقبال کردن، تا به امروز وضعیت اینجوری بوده که ناتو رو که پولش آمریکا میداده، حالا سازمان ملل هم پولش آمریکا میداده، همه جا رو پولش آمریکا میداده و در این حال امنیت اینها رو هم به عهده میگرفته. در این حال مثلا فرض کنید که اگر یک جای قرار بودش که یک کمپین نظامی صورت بگیره، در واقع
این کمپین ها رو آمریکا باید رهبری میکرده، اروپایی ها مثلا پشتش قرار میگرفتن، بهشون میگفته که حالا از سربازان سازمان ملل گرفته تا چیزهای دیگه، مثلا دو تا هواپیما بذارین یه ریز خرج کنین دو تا سرباز بگذارید، اروپایی ها زیر بار این موضوع نمیرفتن و ناز میکردن. اما از اون طرف یک جست روشنفکری داشتن و همیشه آمریکایی های کشاورز و فارمر و مثلا غیر روشنفکر رو مسخره میکردن. این فضایی بود که همیشه در اروپا در ضد آمریکا وجود داشته. در زمان حمله به لیبی آقای اوباما دقیقا همین کار کردش، گفتش که آقا ما این دفعه جلو وای نمیسیم، یک بار هم از جنگ جهانی دوم تا امروز همیشه ما جلو وای سادیم، این دفعه ما جلو وای نمیسیم. این آقای سارکوزی بود که آمد جلو ایستاد و کمپین نظامی علیه لیبی رو در واقع هدایت کردش. آمریکا هم در پشت قرار گرفت و کمک کرد به این ماجرا. بعد در دوران آقای ترامپ کلن عوض شد، میگه که آقا اروپایی که برای ما فقط زحمت داره، حتی ناتوش هم زحمت داره، اینطور نیستش که ما به همون روند قبلی ادامه بدیم، باید عوض بکنیم. در زمینه برخورد با اصحاب رسانه ها در آمریکا همین وضعیته. دقیقا من اینو قبلا هم توضیح داده بودم، باز مثلا شما اصحاب رسانه ها به خصوص بخش های دموکرات یا حتی تینک تانک ها رو مثلا در آمریکا وقتی ملاحظه میکنید میبینید که همه گیجن، همه میپرسن که آقا استراتژی آمریکا برای مثلا سوریه چیه، استراتژی آمریکا برای عراق چی هستش، استراتژیشون نکنه اینا استراتژی ندارن. اول میگفتن استراتژی چیه چون کسی بهشون خبر نمیداد. ادمنستریشن آمریکا برخلاف همیشه در ضمن نه تنها با اروپایی ها خوب نیستش، بلکه با خود رسانه های آمریکایی، نخبگان آمریکایی هم خوب نیستش. اغلب رسانه های آمریکایی، نخبگان آمریکایی یک کارنامه‌ای داشتن، حساب خودشون رو پس دادن، مخالف به مشخص ترامپ بودن، بنابراین به اونها هم اطلاعات نمیده. از همین جهت تینک تانک های آمریکایی خب هیچ وقت در این وضعیت نبودن که ندونن سیاست آمریکا چی هستش، که بتونن رابطه خودشون رو، در واقع رابطه نهادینه خودشون رو با دولت آمریکا تنظیم بکنن. اونها هم نمیدونن چه اتفاقی میفته، ولی خب یک دفعه مثلا الان در رده داره چه اتفاقی میفته، در رده در محله به محله کردها دارن داعش رو به عقب میرونن و در زم برای اینکه یه مقداری با کار ما هم آشنا بشید، کردهای ایرانی در رده، در این لحظه که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، کرد ایرانی که عاشق ایران هم هستا، این رو هم بگم چون اطلاع شخصی دارم، در رده داره میجنگه با داعش. فرمانده های کردها در رده زنان هستن، ببینید زنان کرد از کوبانی گرفته تا امروز چه بخوایم چه نخوایم تاریخ ساز شدن، اصلا به یه سمبل تبدیل شدن. و اونها زمانی که با داعش سنی به جنگن آماده جنگیدن با داعش شیعه هم هستن. این رو تو پرانتز براتون فعلا بگم، ما از این کردها هم داریم. برگردم به داستان رقه. خب اتفاقاتی که در رقه افتاده، ببینید چقدر مثلا انعکاسش رو شما در رسانه های آمریکایی میبینید، در جاهای مختلف میبینید، انعکاس زیادی نداره، به خاطر اینکه اصلا مدل آقای متیس وزیر دفاع آمریکا و مدلی که آقای مکمستر پیش میبره، مدلی که آقای ترامپ پیش میبره، مدلی نیستش که اینها شلوغ بکنن و تبریغ بکنن و اطلاع بدن. اینها وارد جنگ میشن، هدفشون هم بردن در جنگه. این رو توجه کنید، این رو چندین بار گفتم، به خصوص اینکه فرماندهان نظامی آمریکا، ژنرال های آمریکایی، اغلبشون از دست آقای اوباما در اون دوره کلافه بودن، چون آقای اوباما اونها رو میفرستاد به روی زمین ولی بهشون این جواز رو و اجازه رو نمیداد که با توجه به دانشی که اونها داشتن بخوان جنگ رو ببرن. آقای اوباما نمیخواست اونها جنگ رو ببرن، وضعیت رو میخواست در همون شرایط استاتوس کو نگه داره، شرایط موجود نگه داره. بنابراین اونها خیلی کلافه بودن. الان وقتی که یکی از فرمانده های نظامی خودشون که تازه مورد وثوق هم اوباما هم دموکرات ها هستش و هم جمهوری خواهان، آقای متیس آمده سر کار
و فرماندهان نظامی یعنی ارتش آمریکا، نیروی نظامی آمریکا در یک ارتباط ارگانیک‌تر و قابل فهم‌تر و تفاهم مشترک بیشتری با سیاست‌گذاری دولت آمریکا قرار گرفته. بنابراین قدرت بسیار بیشتری داره که بتونه ادوایز بده، مشاوره بده، راه حل پیشنهاد بکنه و جنگ رو ببره. یعنی واقعا داعش رو به سرعت بتونن اونها از بین ببرن. تازه بحث اسلامگرایی و خود فرماندهان نظامی آمریکا که بگم اینا فرماندهان نظامی آمریکا با فرماندهان نظامی کشور دیگه خیلی فرق دارن. اینا شما ازشون میتونید تاریخ جنگ‌های ایران و روم رو بپرسید، در جزئیات براتون میگن. تا به امروز مسائل محیط زیستی، مسئله آب، مسائل ژئوپلیتیکس، اینا رو یک جنرال نظامی آمریکا اینها رو میدونه. بنابراین قدرت تصمیم گیری داره و دانش لازم برای تصمیم گیرم داره. دموگرافی رو میشناسه، انتروپولوژی میدونن، مردم شناسی میخونن، تمام این چیزها رو میخونن فرماندهان نظامی آمریکا در سطح‌های بالای پنتاگون. اطلاعات، اینفورمیشن، آی تی، همه این چیزها. به هر حال برگردم به ماجرا، این هستش که دولت آمریکا داره از این قدرت خودش، قدرت نظامی خودش استفاده میکنه و یک تنه داره پیش میره. این مدلی هستش که با وجود اینکه آقای ترامپ یک فرد ناشی هستش از جهت سیاسی، اما آدمهایی که در کنارش هستن به قدری قوی هستن که میتونن با او همکاری بکنن، حداقل تا اینجا تونستن همکاری بکنن با تغییراتی که در کابینه به وجود اومد و قابل پیش بینی هم البته بود. و تفاوت دولت آقای ترامپ با دولت آقای اوباما اینه که آقای اوباما از افراد ضعیف، بسیار ضعیف، مثل جان کری، واقعا از این آدم نمیدونم آی کیوش چقدره، ولی از این آدم ضعیف‌تر شاید نبوغ آقای ترامپ، آقای اوباما به خرج داد جان کری رو گذاشت وزیر خارجه. یه همچین آدم های ضعیفی رو گذاشته بودن وزیر مسئولین ادمنستریشن و دولت خودش. در دولت ترامپ برعکسه، آدم های قوی، قول ها در واقع در دولت هستن، به خصوص در بخش سیاست خارجی و بخش نظامی و امنیت ملی آمریکا. خب این یک اشتباه محاسبه از جانب امیر قطر بود و الان هم وزیر خارجه قطر برگشته گفته که حماس از دید آمریکا یک دولت، یک گروه تروریستی هستش، اما از دید مردم عرب، نمیدونم چه شکلی به خودش همچین جسارتی رو داده که از جانب همه مردم عرب صحبت کنه، از دید مردم عرب یک جنبش مقاومت هستش. هنوز قطر داره در واقع مقاومت میکنه در مقابل عربستان و اینها و این شاخ و شانه کشی، ولی دست آخر بدون تردید قطر در این ماجرا بازنده است. آخه با 250,000 نفر رو مثلا بخواد خودش رو بزرگ نشون بده یک کشور کوچولو چیکار میخواد بکنه؟ تعداد مهاجرینی که اونجا دارن کار میکنن، کارگرها هستن، از جمعیت بومی اونجا بیشتره. و دوگانه هایی که در قطر هم هستش که فوق العاده است، یعنی هم به اسلامگرایان کمک میکنه، هم از اون ور با دموکرات ها خیلی نزدیکه. با حزب دموکرات آمریکا قطر همیشه خیلی نزدیک بوده و با تینک تنک ها رو دعوت میکنن به کشور خودشون. به هر حال در این ماجرا اشتباه محاسبه کرد. به سخنان خامنه‌ای میرسم و بحث آتش به اختیار. یک نکته‌ای رو اینجا اضافه بکنم که یعنی شروع صحبت، این که خامنه‌ای صحبت از آتش به اختیار کرد، صحبت از چیز در واقع برنامه آموزشی یونسکو بی سی کرد، صحبت‌های مختلفی داشتش، صحبت از ترقه بازی کردش. این صحبت‌ها در کنار هم قرار گرفت، ولی متاسفانه از کسانی که به نظر من یعنی در واقع تیم هوشمندی هستن، مثل کیهان لندن، من خیلی از کاراشون رو میخونم و لذتم میبرم، ولی حتی اینها هم دچار اشتباه شدن و فکر کردن که بحث آتش به اختیار در واقع یک تقابل با دولت روحانیه. دوستان، این تلقین تقابل خامنه ای با روحانی کار نمیکنه. حالا هی بگید،
حالا هی تکرارش بکنید. این کار نمیکنه. این ماهیت بیرونی، یعنی ماهیت عملی که شما بتونید در بیرون این تقابل رو تشخیص بدید و به یک حرکتی انجام بشه که به یک سیاست تبدیل بشه، وجود نداره. همیشه این دو نفر این دو تا روزخون زده هم حرف زدن. خامنه ای حرف زده، روحانی جواب شده. چند ساعت بعد روحانی حرف زده، خامنه ای جواب شده یه مدت بعد. ولی توی 4 سال گذشته دقیقا همین طور بود، به همین تندی هم بود. خب این اختلافات رتوریکشون به همین تندی بود. چه اتفاقی افتاد؟ آیا چیزی تغییر کرد؟ آیا روحانی تونستش یک قدم مثلا بیاد جلوتر؟ فقط یک گفتار درمانیه. این مثلا به همین نسبت الان هم ادامه پیدا کرده. یعنی انصافا روحانی حالا سر قضیه BC چیزای مختلف حرفایی که میزنه، یا مثلا جمله آخری که داشتش که نیزه خوردن برای صلح دردناکتر و سختتر از نیزه خوردن برای جنگ هستش. آفرین، کف بزنید. روزه میخونه آقای روحانی به وضوح. این واقعا عقل و هوش خیلی بالایی نمیخواد که آدمی همچین چیز رو درک بکنه. میگه خب تو برای صلح قدم برداشتی، تمام کشورهای منطقه به خاطر دقیقا عملکرد خودتون، به خاطر عملکرد وزیر خارجه خودت و شخص خودت و این دو قلویی که بغل دست هم میشینن، آقای روحانی و آقای ظریف و آقای قاسم سلیمانی، خب تو بغل هم میشینن کامل، بعد لبخند میزنن، دارن به وضوح به ما میگن که ما دو قلو هستیم، ما با هم داریم کار میکنیم. حالا ما میخوایم بگیم نه بین اینا اختلاف وجود داره، بین سپاه با روحانی اختلاف وجود داره. این خودفریبی رو من نمیدونم چرا ما بهش اصرار داریم. و بعد هم مسئله آتش به اختیار رو هم میخوایم بندازیمش گردن، یعنی بندازیمش بین دعوای روحانی و خامنه ای. حالا بشینیم نگاه بکنیم، هی دلمون رو به این موضوع خوش کنیم که این دو نفر دعوا دارن، ببینیم دست آخر چی میشه. آتش به اختیار به این دلایل نبود. آتش به اختیار دقیقاً به خاطر آمریکا و به خاطر منطقه بود، به خاطر اینکه به قول معروف آقای خامنه ای رست خودش رو بازی کرد. وقتی که دید بیانیه، یعنی نوشته آقای کمی یک روز زودتر از تستمونیش آمد بیرون، از چند روز قبلش هم در همه جا مشخص شده بود که هیچ اتفاق جدی که بتونه دولت ترامپ رو متزلزل بکنه حداقل در این ارتباط وجود نداره، فعلا وجود نداره. در ضمن در نظر بگیرید اگر پس فردا یک اتفاقی بیفته، برای مسئله استیضاح حداقل یک سال و نیم، حداقل یک سال و نیم وقت لازمه. بنابراین اصلا به دوره ترامپ همچین چیزی نمیرسه. این محاسبات رو دارن. به همین جهت خامنه این محاسبه دقیق تری از امیر قطر انجام داد، دید که بازی جدیه. در ضمن هم دولت ترامپ هم از جاهای مختلفی این درس کرده، صحبت شده که مسئله تغییر رژیم در ایران رو طرحش میکنه و به عنوان هدف خودش داره نگاه میکنه. خب اینم مطرح شده. شما جای خامنه ای باشید چه کار میکنید؟ آتش به اختیار. خیلی واضحه این مسئله، آتش به اختیار. مجبورید که دست به حرکت نهاییتون بزنید، به یک نبرد نهایی نزدیک بشید. و این به دلایل مختلفی خطرناکه. به خاطر اینکه اولا شکاف شیعه و سنی در ایران شدت پیدا خواهد کرد. این برنامه لایو بنده حقیر سراپا تقصیر رو خاطرتون باشه و ببینید که این شکاف چگونه شدت پیدا خواهد کردش. شکاف بین عرب و عجم، عرب و ایرانی و اینها هم خب به حال وجود داره، ادامه هم خواهد یافت. ولی این شکاف ها رو در این حال شکاف سنی و شیعه در درون ایران ضربه خواهد زد. سنی ها عصبانی هستند. سنی ها از نظام جمهوری اسلامی، از نظام آخوندی ایران عصبانی هستند. و این عصبانیت جدیه، خیلی خیلی جدیه. دست به اسلحه بردن الان دیگه اون تابوی دست به اسلحه بردن شکسته در ایران، در حواشی ایران شکسته. ما به سمت جنگ داخلی در یک آن میتونیم بریم. به همون اندازه که جزیره ثبات رو یک ترقه بازی یک طرف تکان میده، به همون اندازه هم احتمال جنگ داخلی وجود داره. بنابراین میرسیم به این که حالا ما باید در مقابل این آتش به اختیار چیکار بکنیم. در 3 قسمت
برای شما میگم. هدف ما چی هستش؟ روش ما چی هستش؟ چه همکاری هایی لازم داریم؟ اولا ما کی هست؟ من از جانب خودم شروع میکنم. ما 4-5 نفر آدم، یکمی بیشتر، ولی تعداد محدود. و تصمیم جدی هم داریم برای تغییر رژیم ایران و مسالمت آمیزترین روش رو هم پیشنهاد خواهیم کرد و آماده مذاکره حتی با خود جمهوری اسلامی خواهیم شد برای تغییر قدرت، برای انتقال قدرت، برای بهترین و مسالمت آمیزترین روش گذار. اگر سراغ ما نیان، جنگ خواهد بود، خون در کار خواهد بود. باید تلاش بکنیم که این دوران گذار به خوبی انجام بشه. برنامه هم داریم، برنامه هم داریم. حالا طول میکشه بسیاری اعتماد بکنن بدونن که ماجرا چی هستش و چه شکلی ما قدم به قدم پیش خواهیم رفتش، قدم به قدم و در کنار مردم با هم حرف میزنیم. تو همین شبکه اجتماعیمون کوچولو کوچولو شروع میکنیم کار کردن، کوچولو کوچولو شروع میکنیم همدیگر رو تقویت کردن، کوچولو کوچولو قدم به قدم به سهم خودمون. ولی مسئله این هستش که با همون سهم کوچکی که داریم، تصمیممون جدیه، تصمیممون علمیه، برنامه ریزی علمی براش انجام میدیم و بنابراین حداقل در سهم خودمون هر چقدر هستش در تغییر ایران برای کارهایی که دلمون میخواد انجام بدیم، هر چقدر هست اون سهم رو سعی میکنیم که در بهترین حالت انجام بدیم. اینکه این سهم چقدر بزرگ بشه مسئله دیگه ایه. به هر حال تعداد کوچکی هستیم با توان محدود، ولی انصافا با آرزوهای بزرگ، با آرزوهای بسیار بزرگ برای ایران. من خودم وقتی خودم رو نگاه میکنم به عنوان شهروند ایرانی، میگم که اون چیزی که من میخوام به دست بیارم در آینده ایران شادی و بازیگوشیه، لذته، از زندگی لذت بردنه. من میخوام به این بازیگوشی، شادی و کودکی که از ما گرفته شده، برای عمری گرفته شده، برگردیم. چون کودکی رو از دست دادیم، الان داعش شیعه و سنی وجود داره در کل منطقمون. چون کودکی رو رسمیش نکردیم، به کودکی، به شادی، بازیگوشی رسمیت ندادیم، کودک سرباز داریم، کودکان زباله‌گرد داریم، کودکان بدبخت داریم. چون باید بزرگ بشه بعدم بره یا بسیج باشه. یادتون هستش که خمینی سال 42 گفته بود که سربازان من الان تو گهواره هستن. خب حواسش به این موضوع بود. ما مشکل، من شخصا دلم میخواد به دنیای کودکی برگردیم و در اون حالت هستش که با یک همزیستی با هم زندگی میکنیم، چون کودک همزیستی میکنه. و تنها راه حفظ ایران هم، چه در مفهومش چه در ایران، یک مفهومه بدون تردید، چه در یک پارچگی مرزهای امروزش، هر کدوم، تنها راهش اینه که هر کسی که در این خطه جغرافیایی به دنیا آمده احساس غرور بکنه، نه به زور کوروش و فلان و از این حرفای متوهمانه که ما این بودیم و ما گذشته این بودیم و چنان بودیم. نه، در این لحظه با آدم های عاقل روبرو هستیم، بلوغ داشته باشیم نسبت به هم. هر شخصی بتونه احساس غرور بکنه از ایرانی بودنش، به طیب خاطر، به میل خودش، پلاکارد، تابلو بالا بگیره، بگه که من ایرانیم. هویت به طور کلی من با مفهوم سیاست هویتی مشکل دارم. ببینید همین الان، خب ما خیلی جا سیاست هویتی داریم، مثلا کردها برای خودشون سیاست هویتی دارن، ولی وقتی که ترور صورت میگیره، حالا 2 نفر یا 3 نفر کرد باشن، میگن که تروریستای کرد. خب اصلا این چه کلمه معنی داره؟ مگر بقیه تروریست‌ها رو مثلا میگن تروریستای تهرانی؟ خب مشکل سیاست هویتی اینه که یه جاهای سود هم به شما میرسونه، یه جاهای ضرر هم به شما میده. و سیاست هویتی به طور کلی همگرا نیست.
سیاست هویتی در خودش پوپولیسم شکل میده. اگر این هویت هویت ناسیونالیستی فاشیستی پان ایرانیستی ایرانی باشه، در خودش هم فاشیسم و پوپولیسم رو ایجاد میکنه. اگر این سیاست هویتی سیاست آذربایجانی ترک درونی خودش باشه، به فاشیسم درونی تبدیل میشه، به پوپولیسم درونی تبدیل میشه. این مشکل سیاست هویتیه. ما در جهانی زندگی میکنیم الان که فرق کرده با گذشته. بعضیا برمیگردن میگن که آقا مثلا در گذشته مثلا کشورها مستقل شدن، آیا موفق شدن نشدن، حالا انواع استقلال ها رو هم باید ببینیم، اون اصلا بحث مفصلی در سیاست مقایسه ای. ولی نکته ای رو لازمه بهتون بگم، ما باید یه مقداری در مورد آینده هم خبر داشته باشیم. چیه سیاست؟ اینطور نیستش که فقط بشنویم ببینیم خامنه ای چی گفتش، روحانی چی گفتش، ترامپ چی گفتش، فلانی چی گفت، یا چه اتفاقی در جنگ داره میفته. سیاست الان معناش اینه که شما از انرژی و از پارادایم شیفت بزرگی که در مصرف انرژی در جهان داره با وجود میاد آگاه باشید. زمانی که ما میدونیم که انرژی مجانی خواهد شد، چون انرژی فسیلی و انرژی اتمی فقط گرون هستن، پول باید بابتش بدی، باد از جلوی پنجرت رد میشه، خورشید بر پشت بومت میتابه، تو فقط بتونی این انرژی رو ذخیره سازی بکنی دیگه نیاز به انرژی نداری. رابطت، رابطه عاطفیت عوض میشه، رابطه با بقالی عوض میشه، رابطت با دولت عوض میشه. این که ما میگیم تنها هستیم، خب الان یکی از برآمدهای مهم انسان مدرن در قرن 21 تنها بودنه. این یک جنبه روانی استقلاله. در واقع ما نسبت به نسل‌های خودمون، نسل قبل از خودمون، پدر مادرهای خودمون که در فامیلی بودیم تنها شدیم، چون اون نیازها برطرف شده. بنابراین انسان‌ها همینطور میرن که مستقل‌تر بشن. خب اگر این رو در نظر بگیریم، اگر بفهمیم که داریم با چه دنیای جدید روبرو میشیم، اگر مسائل محیط زیستیمون رو ببینیم با چه سرعتی تغییر در زندگی بشر ایجاد میکنه، چه مهاجرت‌هایی صورت خواهد گرفتش، بحران‌ها چیست، اصلا نوع تفکرمون نسبت به سیاست عوض میشه. پس تکرار میکنم، چون میدونم که همش باید تکرار کنم. از فرد استقلال طلب ما میگه که مثلا 20 سال پیش فلان کشور مستقل شد، مثلا موفق شد. نادانه، چون نمیتونه 20 سال پیش رو با امروز مقایسه کنه. ما امروز در جهان جدیدی زندگی میکنیم. فرد ناسیونالیست ما میگه که آقا ما در فلان دوران مثلا زمان شاه اینجوری بودیم و مثلا خوب بودیم و به نسبت موفق بودیم و اینا، که خیلی به نظر من کم توقعی هستش، ما خیلی بهتر از این میتونیم باشیم. نادانه، به خاطر اینکه باز نمیدونه ما در چه دنیای جدید، یعنی فاکتور زمانی را اینا از دست میدن، این افرادی که اینجوری به سیاست فکر میکنن. سیاست رو یک فلت یا لینیر میبینن، خطی میبینن، فکر میکنن که رویدادها تو تاریخ همینجوری اتفاق میفته. این نیست. من چند بار گفتم یک کتاب خیلی علمی هم نیستش، ولی کاملا بنیاد علمی داره. این رو بخونید لطفاً، انصافاً میگم بخونید، دیدتون رو اصلا عوض میکنه. بنابراین همون تکرار نمیکنید خودتون رو، بیایید واکنش هاتون نسبت به سیاست، نسبت به اتفاقاتی که داره میفته با 3 سال پیش یکی باشه، با 4 سال پیش یکی باشه. اون هم یک کتاب آقای تامس فریدمن، Thank you for being late. اینو نخونید به نظر من، بذارید یکم بدون تعارف بگم، نادانید نسبت به وضعیت موجود، مگر اینکه چیز مشابهش رو خونده باشید، مگر اینکه دنبال تئوری ها رفته باشید و خبر داشته باشید چه اتفاقاتی میفته. یه سری چیزهایی هستش که اگر به عنوان ایجنت، یعنی عاملیت تغییر میخواید داشته باشید، باید بدونید، نیاز دارید بدونید. این تا اینجا هدف رو گفتم، البته یه مقدار طولانی شد، عذر میخوام. روش ما، حالا اون چیزی که میشه یک برآوردی داشت، اگر وضعیت ایران رو ثابت در نظر بگیریم که وضعیت ایران تا 4 سال آینده، یعنی تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری، به هیچ عنوان ثابت نخواهد بود. انقدر اتفاقاتی خواهد افتاد که اصلا ما یادمون میره این ایران چی بود، چی دیده بودیم، چی شد و چه تحولاتی داره صورت میگیره، از مسائل منطقه، مسائل جنگ، مسائل دیگری که آمریکا داره پیش میبره، وضعیت ثابت نخواهد بود. ولی اجازه بدید این فاکتور رو یا این وریبل، این متغیر رو فعلا در این معادله ثابت بگیریمش.
تا بقیه نگاه کنیم. در وضعیت ایران ما باید بتونیم تا 4 سال دیگه، یعنی کسانی که بحث انتخابات آزاد رو میکنن به نظر من حرف پوچی میزنن. دلیلش هم این هستش که گیرم جمهوری اسلامی همین امروز برگرده بگه انتخابات آزاد فردا میذاریم، خرجش هم میدیم میذاریم. کی برنامه داره بره اونجا در انتخابات آزاد شرکت بکنه؟ کی میتونه روی کرده درستی داشته باشه واسه آینده ایران؟ شوخی این حرفا. کسانی باید باشن که برنامه خودشون رو به مردم ارائه بکنن، برنامه باید ارائه بشه به مردم. حالا این رو خواهیم دید. یه تعدادی فکر میکنن که مثلا مجاهدین ممکنه قوی باشن، سازمان قوی باشن، مثلا یه اتفاقی، آیا برنامه ای دارن؟ آیا قابل اعتماد هستن؟ برنامه شون قابل اعتماد هستش؟ در تضارب با مردم قرار میگیرن؟ حاضرن دوتا مصاحبه با دوتا روزنامه نگار مستقل و مصاحبه باز برنامه لایف داشته باشن؟ ندارن. از اون طرف مثلا آقای رضا پهلوی حاضر همچین برنامه مصاحبه لایف داشته باشه، ولی آیا برنامه ارائه کرده تا اینجا؟ نکرده. بنابراین اصلا بحث افراد نیستش، بحث برنامه است و این برنامه باید ارائه بشه در طول 4 سال تا آلترناتیو ساخته بشه. یعنی کسی که میگه من آلترناتیو هستم، یعنی باید بدیم که آلترناتیو هستیم. این یک وظیفه شهروندیه. کسی که توانشو داره باید بگه که برنامه آلترناتیوش هم چی هستش و برنامه آلترناتیوش واسه فردای ایران نیست. این رو هم بگم، این باز یک امتناع ذهنی هستش. ما فکر میکنیم که حالا اگرم یه تعدادی اومدن، دیدم دیگه، من از این کارا خیلی زیاد دیدم، آدم هایی که اومدن فکر کردن که برنامه برای ایران نوشتن قانون اساسیه. من گمان میکنم صدادش خیلی زیاده، حداقل 1000 تا قانون اساسی واسه آینده ایران نوشته شده. خب اینها برنامه نیست. برنامه این هستش که همین الان آقای خامنه‌ای گفته آتش با اختیار. اگر اپوزیسیونی وجود داره، اگر آلترناتیو وجود داره، برنامه واسه همین کار چیه؟ اگر توانشو نداری فضا رو خالی بکن، یکمی برو عقب‌تر. برنامه برای همین آتش به اختیار الان چی هستش؟ برای مردم چه خواهی گفت که این رو بتونی در مقابلش پاتکش رو داشته باشی، اجرایی بکنی و افراد کنارت بیان؟ بنابراین برنامه به این معناست، این روشه. و طبیعتا من در سهم خودم با کسانی که هستیم دارم میگم، ما برای این برنامه خب طول میکشه تا آدم ها اعتماد بکنن، حتی جامعه سیاسی ما هم طول میکشه. به این وقت که 40 سال هیچ وقت هیچ برنامه نبوده، ما همیشه تماشاگر بودیم، ما همیشه منفعل بودیم، هیچ برنامه نبوده. بنابراین مردم اگر یه چیزی بشنون که شبیه برنامه است، انقدر براشون عجیب خواهد بود و انقدر غیر منتظر است که این ذهنیت ندارن، همون رفتارهای گذشته خودشون رو تکرار میکنن در واکنش بهش. یادم من در پست گذاشته بودم که ما برای تغییر رژیم در ایران آماده میشویم، یکی از دوستان توانمند من این رو جدی نگرفته بود. بعد که با هم صحبت کردیم و در کار تیمسازی قرار گرفتیم، یک دفعه جا خوردید، نه مثل این که حرف جدی هستش. همکاری ها، بسیاری از، نه بسیاری، یه تعدادی از دوستان ما، من واقعا این برنامه های لایوی هم که میگذارم و خدمتون بگم، اولا برنامه های لایو من جنبه آموزش عمومی داره تا اونجایی که بتونم، این رو وظیفه خودم میدونم. تو خیلی قسمت ها مثلا تو بحث تروریسم، واکنش ما به تروریسم، بحث واکنش ما به رویدادها، خب اینا خیلی جاهاش انصافا آموزش میخواد. من به سهم خودم این چیزی که بلدم رو تلاشم میکنم و واقعا هم دارم به صورت داوطلبانه این کار رو انجام میدم، خیلی هم ازش خوشحالم. ولی هدف من فقط هدف آموزش عمومی نیستش. هدف اصلی من اینه که 100 نفر آدم توانمند رو بتونم پیدا بکنم. این اتفاق داره میافته. از اولی که برنامه های لایو هم گذاشتم تا الان، دقیقا شما هر پروژه یا تو زندگیتون داشته باشید، وقتی فیدبک میگیرید، ریوارد میگیرید، پاداش میگیرید، میبینید که به نتیجه رسید، یک قدم ها، یک نفر. شما 10 تا برنامه لایو میذارید، میبینید یک نفر ولی آدم توانمند کنار شما قرار گرفته. من اونو واسه خودم پیروزی حساب میکنم. من قدم های کوچیک، اندازه کوچولویی هم دارم، قد و هیکلم هم کوچولوه، بنابراین قدم های کوچیک رو برمیدارم.
100 نفر آدم توانمند، کسانی که آمدن گفتن که آمدن همکاری بکنن یا کارهای گذشته رو دیدن یا با این دید همراه هستن، دیدی که ایران رو برای همه ایرانی ها بخواد و نه به زور. خب هیچ کسی به زور ایرانی نیست، میخواد خاکش رو جدا بکنه، مستقل بشه، میخواد خودش جدا بشه، مهاجرت بکنه، مثل خیلی از ماها که مهاجرت کردیم. اینها ایرانی بودن نیستش. اینکه با غرور بگه ایرانی هستم، مثل آمریکایی ها با غرور میگه من آمریکایی هستم، خب به اینجا رسیدن و واقعا ایران برای همه ایرانی ها باشه و معنای آشتی ملی، چه در آشتی ملیت های ما، اقوام ما، چه در حتی آشتی با حکومت، یعنی به هر حال بخش بزرگی از افرادی که در حکومت هستن باید بدونن که آینده دارن، باید به سرعت ببرن از حکومت، چون اگر دیر ببرن از حکومت فایده نداره، ما خسارت ها ما خیلی بیشتر خواهد بود. ما باید بتونیم، یعنی در برنامه‌ای که ارائه میکنیم برای مردم، باید باز وقتی صحبت از برنامه میکنیم این یک قسمتش ضرورت داره. هر جای برنامه شنیدید، من هم میرم میشنوم، هر کسی برنامه داشته باشه واقعا استقبال میکنم، دنبال این هستیم که دیگران هم برنامه داشته باشن، میرم میشنوم. اگر تو اون برنامه‌اش واقعا اینکلوسیو بود، یعنی همه مردم در وجود داشتن درش، و بعد روشی داشتش که نه با شعارا که ما کنار پاسدارها و سپاه و اینایی که مثلا جدا بشن قرار میگیریم، نه، واقعا تونست توضیح بده و توجیه بکنه که یک فردی که یه بیزنس مثلا توی ایران داره ولی به خاطر اینکه میخواد درآمد داشته باشه، میخواد زندگی بکنه، میخواد زندگی خوبی داشته باشه، میخواد پولدار بشه، خب ولی در حال فساد در ایران زیاده، بسیاری از ارزش‌های اخلاقی از بین رفتن و به خاطر حکومت، این آدم ممکنه بره کنار یک آدم نیمه امنیتی سپاهی قرار بگیره که بیان بیزینسشون رو با هم داشته باشن، پارتیش بشه تو دستگاه‌ها تو جای مختلف، مشکل واسش ایجاد نشه. اینها این آدم باید احساس بکنه که ما براش آینده داریم و زودتر ببره. و بخش زیادی از مردم اینجوری هستن، بخش زیادی از مردم ما وابسته به حکومت شدن، بعد ما هاشون انسانی روبرو بشیم. در مورد همکاری، کسانی که صحبت کردن از همکاری، در این لحظه همکاری ما مشخصه. خب من کسی رو جدی میدونم که برگرده به که ما همراهت هستیم، همراه بیشتر میتونم بگم، کسی رو جدی میدونم که بگه همراهتون هستیم که این سوال رو بپرسه، شما چی نیاز دارید تا ما بتونیم بهش جواب بدیم. ما الان به طور مشخص نیاز به کمک‌های مالی مردمی داریم، از مردم باشه، چون باید تمرکز کنیم روی مردم، این مسئله مهمه، حتی مقدور تمرکز کنیم روی مردم، نیاز به کمک، چون و کار داوطلبانه کاریست که سقف داره، سقف محدودی داره، بیشتر از اون نمیشه. یعنی توی کار تیمی شما وقتی که یه کاری واگذار میکنید، تقاضا میکنید که کسی انجام بده، اون شخص هزار تا مسئله شخصی داره و ممکنه که کار شما رو مثلا یک روز عقب بندازه و اون اثر میگذاره رو کار شما، چند ساعت عقب بندازه اون اثر میگذاره رو کار شما، این افیشنسی کار رو ضعیف میکنه به شدت. بنابراین ما 100 نفر آدم اینجوری میخوایم، خیلی خیلی کم، خیلی کوچولو، ولی میخوایم که افیشنت باشیم و پروداکتیو باشیم و تولیدمون بالا باشه، دو تا چیز، افیشنت باشیم و پروداکتیو باشیم، بعد یعنی بهره وریمون، کارآمدیمون بالا باشه و توان تولیدمون بالا باشه. از طرف دیگه نوع دیگری که در این لحظه همراهی میطلبیم، به طور مشخص کسانی هستش که رزومه حرفه‌ای فنی علمی داشته باشن در مورد سوشال میدیا، یعنی متخصص سوشال میدیا باشن، متخصص تبلیغات باشن. اگر کسی رو میشناسید در اطرافتون لطفا باهاش صحبت بکنید و واقعا ایران رو دوست داره، یعنی با این تفکر نزدیک هستش و واقعا میخواد حکومت از دست آخونده خارج بشه و به مسالمت آمیزترین حالت بخواد تغییر ایجاد بشه، با کمترین هزینه میخواد تغییر ایجاد بشه و میخواد که این کار فعلا، ما الان به قول رهبر معظم انقلاب آیت الله علی خامنه‌ای به ما فرمودن، ما را موظف کردن، ما دقیقا طبق نظر ایشون پیش میریم. ایشون فرمودن جنگ ما جنگ دنیای مجازی است، ما فعلا در جنگ دنیای مجازی میخوایم عمل بکنیم.
بنابراین یک فردی که دانشور و آدم حرفه‌ای در کار تبلیغات باشه که میخواد در جنگ دنیای مجازی با حکومت آخوندی به جنگ و جدی هستش، دغدغه ایران رو داره، اگر میشناسید لطفا معرفی بکنید. شخصی که طراح گرافیک باشه به همین نسبت، حرفه‌ای، رزومه خوبی داشته باشه، کسی که انیماتور خوبی باشه، کسی که اینفوگرافر خوبی باشه، کسی که ویدیو ادیتور خوبی باشه. ما به این بخش الان نیاز داریم، این هم تقاضای ما. پس بنابراین دقیقا نوع همراهی که الان لازم داریم که فقط شعار نباشه و بحث جدی باشه این هستش. تا اینجا از اینکه به این حرفا توجه کردید سپاسگزارم.